بعضی وقتا پیش میاد که ما میخوایم ماشین مجازی رو روشن بکنیم از ماشین مجازی منظورم وی ام استیشن هست اینجا آیکونش هم آوردم میخوایم ماشین مجازی رو روشن بکنیم دو بار روی این آیکون کلیک میکنیم ولی میبینی ارور میده چه اروری این اروری که الان دارید میبینید تو این ویدیو میخوام بتون بگم که به چه دلیل این ارور میاد و به چه شکل حلش بکنیم سلام امیر حسین معلمی هستم از, از سایت نامقا دات کام دوستان حتما ویدیو رو لایک بکنید و کامنت فراموش نشه نظرتون رو در مورد ویدیو به ما بگید نظر شما هم برای ما مهمه هم تو کار ما تاثیر داره و هم به ما انرژی میده و هم برای یوتیوب مهمه این نظرات باعث میشه که این ویدیو از دید یوتیوب مهم به نظر برسه و مهم که هست واقعا چون مشکل چند نفر ممکنه همین ویدیو حل بکنه و این ویدیو رو به 5 نفر 6 نفر دیگه 10 نفر دیگه هم نشون میده مشکل بقیه هم حل میشه بریم سراغ مشکل ببین دوستان وقتی که شما روی وین وی کلیک میکنید و این ارور رو میبینید باید سه تا دلیل داشته باشه یک دلیل اول VMware سرویسش توی ویندوز غیر فعال شده دیزیبل شده حالا به هر دلیلی مهم نیستش یکم بریم جلوتر بهتون میگم چطوری اگر دیزیبل شده بود چطوری فعالش بکنید دومین دلیل اینه که ممکنه دسترسی ادمین بخواد و شما نداده باشین بهش یعنی کلیک راست بعد بکنید یعنی از از من تا حالا ندیدم که VMware اصلا دسترسی ادمین میخواد ولی با این حال بعضی ها ممکنه سیستم رو خراب کرده باشن ویندوزشون مشکل داشته باشه و اون قسمت یو ای سی ویندوز غیر فعال شده باشه و این به حال این مشکل رو تجربه بکنن روش کلیک راست بکنید ران از ادمین رو بزنید احتمالا مشکلتون حل بشه سومین دلیلی که میتونه داشته باشه بد نصب شدن وی ام ور هستش مثلا ممکنه یه اتفاق یه چیزی مثلا رخ داده باشه که این وی ام ور بد نصب شده باشه فایل هاش خراب شده باشه و در نتیجه شما وقتی روی ویبر کلیک میکنید یه همچین اروری رو تجربه میکنید بریم که من در مورد روش اول یعنی اگر سرویس بیم ام غیر فعال شده بود به چه شکل فعالش بریم در مورد اون صحبت بکنیم ولی بله قبلش این توضیح رو بهتون بدم من یه ویدیو کامل در مورد سرویسز ویندوز صحبت کردم اگر ویدیوشو ندیدین الان تو آپارات یوتیوب ناواقا هست بریم ببینید علاوه بر اون دوره کامل ویندوز 10 تو آپارات یوتیوب رایگان هم هست همین دوره الان 4 5 میلیون بعد بیرون هزینه بکنید برید دوره رایگان ببینید و لذت ببرید حتما براتون کاربردی هستش و حتما چیزای خوبی یاد میگیرید خب ببینید دوستان اگر احیانا سرویس وی غیر فعال شده باشه شما برید تو قسمت سرویسز ویندوز و اونجا فعالش بکنید هم میتونید از پنجره آر استفاده بکنید ران که اومد اینا این ران این سرویسز دات ام رو تایپ بکنید و اوکی رو بزنید سرویسز براتون میادش نیامد اشکالی نداره اینجا روی نوار حالا وظیفه که شما نمیبینید کلیک راست بکنید و تسک منیج تسک... آره درست گفتم تسک منیجر رو بزنید این تهش یه سرویسز داره یه روی اینجا کلیک بکنید یه وی بزنید وی ام ها براتون میادش یه ذره بیان این پایین تر میبینید نوشته یه همچی چیزی رو نوشته بعد تو دیسکریپشن نوشته وی ام ویر سرویسز اینجا جایی هستش که اگر اینجا در به جای رانینگ شما استاپ رو دیدید این شما رو به مشکل میندازه یعنی این براتون در سر درست میکنه شما باید چیکار بکنید روی این کلیک راست بکنید و اگر احیانا استاپ بود استارت رو بزنید اما بحثی که هستش و احتمالی که حالا وجود داره اینه که شما الان استارت بزنی یه بار دیگه کامپیوتر رو ریستارت بکنی حالا به هر دلیلی که این غیر فعال شده ممکنه بازم غیر فعال بشه با ریستارت سیستم بنابراین شما اینجا اوپن سرویسز رو میزنید و این براتون باز میشه اینجا دوبار دوباره وی رو کلیک میکنید و وی ام سرویس رو بذار من اینجا همینطوری وی بزنم تا وی ام ویر آدورزیش... ها هاشش از مورد شده وی ام سرویس رو دو بار روش کلیک میکنم که این باز بشه برای من احتمال خیلی زیاد شما اینو ببینید یا استاب شده براتون یا این قسمت رو دیزیبل رفته یه بلایی سرش اومده در هر صورت کاری که باید انجام بدید اینه که رو اتوماتیک بذاریدش سرویسش هم اگر استاپ بود استارت بکنید و بعد اوکیو بزنید کامپیوتر رو استارت بکنید به احتمال 99 درصد مشکل حل شده بحث دیگه ای که هستش ممکنه از تو قسمت سیستم کانفیگوریشن تیک وی ام ور سرویس وی ام ور برداشته شده باشه بازم بنا به دلیل یا خودتون اصلا دستتون خورده یه چیزی شده دیگه به هر حال مهم که یه مشکلی پیش اومده الان می‌خوایم حلش بکنیم آقا دوباره اگر ران رو بزنیم پنجره ویندوز رو کیبوردتون رو بگیرید و همزمان آر رو بزنید صفحه ران میادش ام اس کانفیگ رو تایپ بکنید این صفحه براتون میاد تمام آموزش این چیزی که الان دارید میبینید تو دو دوره ویندوز 10 هست به خدا رایگان برید ببینید رایگان چهار رایگان گفتم تو قسمت سرویسز اگر بیاین دوباره اینجا کلیک بکنید وی رو بزنید ممکنه یکی از این وی ام اینها وی ام ادرایزیشن سرویس ممکنه این غیر فعال شده باشه تیکش رو برداشته شده تیکش برداشته شده باشه و این برای شما مشکل درست کرده باشه تیک اینو بزنید یعنی تیک داشته باشه اوکی بکنید سیستم رو ریستارت بکنید بازم به احتمال 99 درصد مشکلتون حل شده بحث دیگه که هستش ممکنه گفتم مجازی ساز شما وی شما نیاز به دسترسی ادمین داشته باشه حالا ممکنه همه وی رو نصب نکنن وی ام ور ورک استیشن رو نصب بکنن اون ممکنه مثلا دسترسی ادمین بخواد میتونید اینجا کلیک راست بکنید پراپرتیز رو بزنید و توی قسمت این تب سوم کلیک بکنید و یه جایی داره که اینها راندیس پروگرام از ان استریتور روی این کلیک بکنید اپلای بزنید این نرم افزار دیگه به صورت اتوماتیک نیازی نیست بگی برین روش کلیک راست بکنید ران از ادمین رو بزنید دو روش کلیک بکنید خودش با دسترسی ادمین باز میشه در نهایت اگر خاطرتون باشه من بهتون گفتم ممکنه این وی بد نصب شده باشه خب میتونید تعمیرش بکنید یعنی دوباره ران رو باز بکنید این صفحه که اومد رو این قسمتی که اوپن هستش کلیک راست بکنید و بنویسید اپ ویز نقطه سی بدون هیچ فاصله ای بدون هیچ چیز خاصه دیگه ای. رو این می نویسید و اوکی رو می زنید وی ام وی رو از لیست برنامه هاتون پیدا میکنید اینا این وی ام وی و رو قسمت چینج کلیک میکنید چینج رو که بزنید یه حساب کتابی داره انجام میده و میذاریم حساب کتابش رو انجام بده و تموم که شد نکست رو میزنیم آقا قسمت ریپیر داره شما ریپیر رو میزنید خودش شروع میکنه به ریپیر کردن حالا هر چیزی که نیاز داشته باشه اینها ها میسینگ اند کرابتد فایلز میگرده اگر مشکلی باشه همه یه چیزها رو رفت میکنه واسه و یه وی ام انگار هستن وی رو پاک کردید دوباره نصب کردید یه همچین حالتی داره و انشالله دیگه این آخرین راه صد درصد دیگه باید مشکل شما رو حل کرده باشه خب اینم از این دیگه فکر نکنم مشکلی باشه و هر راهی که به ذهنم میرسید رو بهتون گفتم این راه ها رو این کارها رو انجام بدید صد درصد مشکلتون حل میشه اگه دوست دارین این ویدیو ها رو لایک بکنید کامنت بذارید نظرتون رو در مورد ویدیو ها بنویسید لینوکس هم خواستین یاد بگیرین برنامه نویسی خواستین یاد بگیرین ناوگا رو فراموش نکنید تو کامنت ها بنویسید من کامنت ها رو شاید جواب ندم شاید لایکی شاید چیزی نشه ولی مطمئن باشید یه دونه کامنت هم از زیر چشمم رد نمیشه که نخونده باشمش نظرتون رو بگید بگید مثلا چه مشکلاتی دارید مشکلاتی که هستش رو اگر مشکل منطقی باشه و قابل ضبط باشه توی ویدیوی ده دقیقی هم بشه جمعش کرد بعضی هم اینویسن مثلا نمیدونم کرک اکانت های مثلا پلیسیشن بگو ایکس باکس بگو این چیزا واقعا منطقی نیست برای من حداقل برای من و ساختنش یه جوری غیر ممکنه. از این جور چیزها بخواین درخواست های منطقی داشته باشید از من تا بتونم براتون انجامش بدم ویدیوش رو اگر بلد باشم براتون ضبط میکنم یه موقع هست شما یه سری میخواین معقولانه هست منطقی هم هست ولی من بلد دیستم. این اینم یه بحث دیگه ایه ولی شما نظرتون رو بنویسید واسه من و من حتما نظرتون رو میخونم اگرم بتونم ویدیوشو درست میکنم و در اختیارتون به صورت رایگان قرار میدم حمایت بکنید از نابغه و نابغه خیلی الان کوچیک هستش شما حمایت بکنید نابغه ها بزرگ بشه صحبت دیگه نیمونه خدا نگهدار